جناب شمشکی گرامی، ما در پرژن اوارز هدفهای بسیاری رو داریم تعقیب میکنیم. یکی از هدفهامون این هست که تمام ایرانی هایی رو که به شکلی در سرتاسر دنیا پراکنده شدن و هنرمندن، فیلم میسازن، موسیقی میسازن، میخونن، ولی به شکلی گمنام هم هستن و فرصت این که عرضه‌ای پیدا کنند تا عرضه کنند آنچه را که هنری که دارند، ما داریم این عرضه رو براشون به وجود میاریم، داریم این زمینه رو براشون مهیا میکنیم تا همشون بتونن در کنار ما و در کنار همدیگه هنرشون رو نشون میدن. شما نسبت به این هدفی که پرشن وارس به دنبالش هست و داره اونو تعقیب میکنه چه نظری دارید؟ من وقتی این موضوع رو شنیدم خیلی خوشحال شدم. یکی از آرزوهای من این بود که همیشه صحنه‌ای باشه که همه هنرمندا بتونن اونجا آثارشون رو ارائه کنن. وقتی در فضای موسیقیایی یا در فضای دیگر فضاهای هنری شما وارد میشین، اتفاقاتی که میفته اینه که خیلی از آدم‌ها فرصت و شانس این که بتونن هنرشون رو در واقع ارائه کنن وجود نداره. اکثرا در کشورهای مختلف الان در واقع تالنت‌هایی به وجود اومده، دارن از طریق اونا افراد میان و در اون فضا هنرشون رو نشون میدن، رقابت میکنن و میرن. این کاری که در واقع دوستان من و شما، دوستان من چون من خودم رو جزء این خانواده الان میدونم، دوستان من و شما دارن انجام میدن، بسیار کار ارزشمندی است و کار سخت و طاقت فرسایی، به دلیل اینکه شناختن ظرفیت هنری همه ایرانیان با توجه به گستردگی در کشورهای مختلف جهان خیلی کار سختیه، ولی مطمئنن شدنی است. یعنی شروع این کار مطمئنم در آینده چشمنداز این کار خیلی چشمنداز خوب و قدرتمندیه، طوری که شما همه هنرمندا از همه جای دنیا خودشون به شما در واقع پیشنهاد میدن برای اینکه در این مجموعه حضور پیدا کنن و آثارشون رو ارائه کنن. شک ندارم که این مجموعه میتونه هنرمندانی رو بشناسه و بشناسونه به جامعه که شاید هر کدومشون در جایگاه خودشون جزو استثناها باشن و جزو نوابق باشن، چه در زمینه موسیقی، چه در زمینه در واقع سینما، هنرهای تجسمی، نمیدونم صنایع دستی، نقاشی و و و همه این هنرهایی که در واقع من فکر میکنم که دوستان دارن در زمینش فعالیت، در این زمینه فعالیت میکنن، باید با همتی که دوستان در واقع در این زمینه از خودشون نشون دادن، منتظر بروز استعدادهای فراوان، استعدادهای بزرگ و استعدادهایی که میتونه هر کدومش در فرهنگ و هنر ما تاثیرگذار باشه باشیم در از همه جای دنیا. امکان داره یک نفر الان در استرالیا باشه که در زمینه نقاشی بسیار بی‌نظیر باشه، یا یک نفر در یکی از دهات مثلا همین ایران در زمینه‌های صنایع دستی جزء بهترین ها باشه، یا همین چند وقت پیش یک آقا پسری رو که فیلمش در دنیای مجازی پخش شد که در حال چوپونی بود، ولی یه تیکه از تصنیف سنتی رو ایشون خوند و این از طریق دنیای مجازی خیلی دست به دست شد و به سرعت و دعوت شد به صدا و سیما، و این یعنی اتفاق خوب. کاری که دوستان ما در این مجموعه دارن انجام میدن مطمئنن کار نتیجه بخشی است، کار سختی است، ولی حتما نتیجه خوب و عالی خواهد داد که انشالله خستگیشون در میاد. ممنونم، بدون شک. ما در دنیا جوایز بین المللی کم نداریم، رمی، اسکار، از این قبیل، اما ایرانی ها یک جایزه ای رو که مستقل باشه، وابسته به هیچ نهادی، به هیچ تشکیلاتی نباشه، تقریبا نداشتیم. اما جوایز پارسی یا پرشن اوارز داره این حرکت رو انجام میده، ولی شرطش این هست که افرادی که میخوان توی هر زمینه این فعالیت داشته باشن باید در اون سال یک اثر خاص رو ارائه بدن و این اثر خاص در دو بخش مورد ارزیابی قرار میگیره. بخشی هست که توسط یک هیئت داوری خبره و متخصص و زبده
داوری میشه، بخش دیگرش در بخشی هست که مردم رای میدن. و شما فکر میکنی که اولا این نحوه رای گیری چطور هست و دوما چطور این، آیا این جایزه چقدر میتونه کمک کنه تا کیفیت کار هنرمندامون بالاتر بره؟ من یک موضوعی رو در مورد مطلبی که شما فرمودین که یک گروهی در واقع به نام جوایز پارسی فعالیت بکنند و یک شرایطی رو ایجاد بکنند که بدون اینکه وابسته به هیچ جایی باشند، هیچ ارگان و نهادی باشند و به صورت کاملا شخصی یک مجموعه جمعش این کار انجام بده، این کار اولا که هزینه بسیار بالایی رو در بر میگیره و از یک جایی باید ساپورت بشن، که وقتی شما یه مسیر رو شروع کرده، اکثر اتفاقاتی در مارکت ایرانی میفته این هست که شما وقتی یک هدفی رو شروع میکنید، برنامه‌ریزی میکنید، اون هدف خیلی کم در واقع پیش میاد که تداوم پیدا بکنه. اگر قرار باشه که یک جایزه جهانی به نام ایرانیان در واقع ساخته بشه، شکل بگیره، باید تمام جوانبش در نظر گرفته بشه. و اینکه یک موضوعی که خیلی ذهن منو مشغول میکنه این است که جواز پارسی زمینه هایی که قراره در اون به عنوان مسابقه در واقع برنامه ریزی بشه، چه زمینه هایی از هنر هست، چند تا شاخه هنری در بر میگیره. و اینکه اون که شما میفرمایید هر هنرمندی در سال یک کاری داشته باشه، یک کار فاخری داشته باشه و دوستان برنامه ریزی کنند و هیئت داوران ببینند و این کار رو، اینها یه قسمت دیگه داستانه. شما به یک نقطه میرسید، بررسی آثار اصلا کار سختی نیست، قبل از اون شما اون چارتی رو که باید بچینید تا به اونجا برسه، اون کار سختیه. یعنی که کارهای اجرایی خیلی سختتر از کارهای ستادی است. من میتونم یک پلان رو تعریف بکنم، ولی اون پلان رو اگر قرار باشه اجرا بکنم خیلی مهمه. من همش خیلی خوشحالم از این موضوع، ولی همش تو ذهنم این سوال هست که این کار چجوری قراره اجرا بشه، کجا قراره اجرا بشه، اون پایگاهی که قراره جوایز پارسی در اونجا بیاد و این به عنوان مثلا اسکار ایرانی اونجا رو این کار اتفاق بیفته کجاست، و از همه مهمتر ما چجوری میتونیم این هدف جوایز پارسی رو به گوش همه ایرانی ها برسونیم. چون زمانی من میتونم در واقع این رو خیلی خیلی در واقع در موردش با افتخار حرف بزنم که همه ایرانی هایی که در زمینه هنر فعالیت میکنن، عرض کردم اونی که در دورترین نقطه ایران داره زندگی میکنه یا در دورترین نقطه جهان داره زندگی میکنه، یک ایرانیه، بتونیم این رو همه با هم یه جوری تبلیغاتش رو انجام بدیم، یه جوری اینو فراگیر بکنیم که همه جوایز پارسی رو بشناسن. وقتی بشناسن حمایت خیلی مهمه. این چند تا نکته خیلی تو ذهن منه که کجا قراره این جواز فارسی در واقع به قول معروف اجرا بشه، اون فاینالش کجاست و چجوری میتونیم این رو به همه ایرانی ها بگیم آقا یه همچی چیزی وجود داره. ما شما یک رسانه در اختیار ندارید که صبح تا شب تبلیغ بکنه. الان یک برنامه‌ای در اینجا داره اجرا میشه به نام عصر جدید. صبح که تلویزیون رو روشن میکنید میزنه آقا مسابقه عصر جدید، ظهر عصر جدید، شب عصر جدید، انقدر تبلیغات وسیعه و انقدر در واقع اون سایت رو تبلیغ میکنن، همه دارن میفهمن این موضوع رو. اینا چیزایی است که برای جواز پارسی به نظر من لازم هست. حتما دوستان راجبش فکر کردن، حتما راجبش برنامه‌ریزی کردن، ولی اگر اینها مشخص بشه خیلی به نظر من ذهنیت ها بازتر میشه و شما میتونید به هر کدوم از این هنرمندانی که در همین اطراف من هستن وقتی بهشون بگم یه همچین موضوعی هست، با اشتیاق تمام این کار رو انجام میدن. چه کسایی که در رده های بالا و معروفیت هایی قرار دارن، طبیعیه یه هنرمند دلش میخواد اثری خلق کنه، دیده بشه، دلش میخواد اصلا دیده بشه، وارد دنیای هنر میشه که دیده بشه. اگر یک جایزه باشه مثل جایزه مثلا گرمی، خب طبیعیه که ایرانی باشه، خب همه با اشتیاق وارد این فضا میشن. بله، به هر حال پشت این
پرشن عوض سالها تفکر خوابیده و باید منتظر باشیم تا اتفاق بزرگ بیفته. ممنون. بسیار عالی.